بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. پانتون جمعی، پانزه انجنیری، مزمون کانگریت یک، جلسه دوم یا هفته دوم. قبل از اینکه هفته اول جلسه دومه، قبل از اینکه بیایم خود شما به درس شروع کنیم، یادآوری از درس گذشته میکنیم. درس گذشته توری بود که آمادیم خود شما به اونجا خواص بعضی از موادی که با کانگریت به کار می بردیم مشخص کردیم، یا به صورت کل آمادیم کانگریت تعریف کردیم، انواع کانگریت تعریف کردیم، کانگریت RCC و PCC رو مشخص کردیم. بعد آمادیم خود شما به قسمت ها بعدی استانداردهایی که به کار می بردیم مشخص کردیم، و بعد آمادیم مواد افزودنی که به کار می بردیم هم آمادیم خود شما تعریف کردیم. حال میایم ادامه درس خود شما پیگیری می کنیم. اهدافی که به این درس داریم معلومات عمومی در مورد کانگریت و کارخانگی که محصلین چی میکنم، انواع سمنت و کانگریت مشخص میکنم. سیکند لیسن یا درس دومه، درس دوم رینفورس کانگریت تایپه. میگیم خود شما چند نوع از رینفورس کانگریت، چند تیپ رینفورس کانگریت مشخص میکنیم. یک کاست این پلیز کانگریت آر کاست این پلیز رینفورسد کانگریت، هر کدوم از اینا که به کار بره. کانگریتی که در جایی که نیاز از او استفاده بشه رخ میشه، which is used after mixing، بعد از اینکه کانگریت میکس شد به همون جایی که خودش ما نیاز داریم همون جوری رخ میشه. مانند تداب های یک ساختمان، مانند ستون های یک ساختمان، مانند سلب ها، مانند دیوار های استنادی که هر کدوم سر جا رخ میشه. یکی دیگه پریکاست کانگریت. پریکاست کانگریت is a form of concrete that is prepared cast and cured off site usually in a controlled factory. این کانگریت پریکاست کانگریتی که قبلا ساخته شده، اینا عموما امروزه به فابریکا ها ساخته میشه. ساختمان های پریکاست امروزه به زیادتر یک کشورهای دنیا استفاده میشه. مکریانا کابل هم از زیادتر از اون ساختمان ها پریکسته. به داخل فابریکا تمام الیمنت ها ساختمانی ساخته میشه و بعد از این انتقال داده میشه به صاحب و صاحب سر یک دیگر، جوینت ها از اونها وصل میشه و بزرگترین فرصت ساختمان آماده میشه. به این ترتیب بیمایی که برای یک پل خود شما به کار میبرید، مثل پل پشتو که بریم نگاه کنیم، از بین میبینیم که بیما به جادگه ریخته شده، بعد آورده شده سر جای نا گذاشته شده. این پریکسته. سومی پری استرس کانگریته. این پری استرس اند پری کاست کانگریته. قبل از اینکه بیایم خود شما کانگریت ریخت کنیم، استیل میایم پری استرس روی از او، یعنی روی استیل فورس وارد میکنیم، اونا رو کش میکنیم. این خوبی که داره مقاومت الیمنت بالا میبره. با آینده وقتی که بالی تحت تاثیر لود وارد میشه از مقاومت خوبی برخورداره. کانگریت کامپرسیو استرنت اف کانگریت، مقاومت فشاری کانگریت. با درس اول گفتیم کانگریت از مقاومت فشاری خوبی برخورداره. حال میایم خودش رو میبینیم که این مقاومت فشاری چی رقم خودش رو مشخص کنیم. The specified compressive strength of concrete is denoted by the symbol F'C. مقاومت فشاری کانگریت همیش خود شما به F'C نشان میدیم، یا F'C میگیم. یعنی هر جا F'C یا F'C داشتیم، یعنی مقاومت فشاری کانگریت. Compressive strength is determined by testing 6 by 12 inch or 15 by 13 centimeter cylinder at an age of 28 days. مقاومت فشاری کانگریت توسط نمونه های سلندری که قطر اینا 6 اینچ، ارتفاع اینا 12 اینچ یا 15 در 30 سنتی باشه، عموما به عمر 28 روز مشخص میکنم. اما حتما نیه که عموم مقاومت و عمر 28 روز مقاومت دیزاینره، ولی ما تعداد نمونه ها رو زیادتر میگیریم که میایم برای اگر بخوایم خودشون مکس دیزاین انجام بدیم
برای یک روز، سه روز، هفت روز، 14 روز، 21 روز، 28 روز اینا رو میشکنیم. بعد میایم خود شما گراف رو مشخص میکنیم که از روی گراف ببینیم که این سمنت سمنت زودگیری بوده یا سمنت کنگیری بوده یا به کدوی انتروال زمینی کانگریت مقاومت بیتر گرفته. For most application, در زیادتر از کاربردهای کانگریت, the range of concrete strength is 3000 up to 4000. در کانگریت هایی که زیاد کاربردی هم یا کانگریت های عمومی بگیم, مقاومت کانگریت بین 3 تا 4000 پوند پر اینچ مربع یا 20 تا 28 مگاپاسکال مقاومت داره که همون نیوتن بر میلی متر مربع میشه. For pre-stress concrete, اونجا خود شما نام بردیم. The range of concrete strength is 5000 up to 6000. برای element های pre-stress مقاومت کانگریت بین 5 تا 6000 PSI یا 35 تا 42 مگاپاسکاله. For column with high axial load, برای کالام هایی که axial load یا لودی که بالای از اونها وارد میشه زیاد باشه, خصوصا lower story of tall building, برای کالام های به طبقات تحتانی یک ساختمان بلند منزل, concrete with a strength in the range of 9000 up to 10000 or 63 to 70 megapascal may be used. از کانگریت با مقاومت 9000 تا 10000 PSI یا از 63 تا 70 مگاپاسکال استفاده میکنیم. In tall building, high strength concrete with 7000 up to 18000 PSI or 50 to 126 مگاپاسکال range is used. برای ساختمان های بلند منزل میایم از های استرند کانگریت استفاده میکنیم. کانگریت با مقاومت بالا, کانگریت با مقاومت بالا نمیتونیم خود شما با همین روش های ساده که آب و ماسا و جغل و سمنتر با یک دیگر میکس کنیم به این مقاومت به دست بیاریم. ای علاوه از همین مواد ساخت موادی که در ترکیب کانگریت نیازه مثل سمنت و آب و کورس اگریگیت و فاین اگریگیت, باید مواد پوزولنی هم خود شما داشته باشیم مثل پلاستیسی سایزر که جلوتر به حساب معرفی کردیم که مقاومت کانگریت بالا بوره و این کانگریت کلاس اینا از 7000 تا 18000 پی اس آی یا 50 تا 126 مگاپاسکال. Compressive testing setup for F-prime sub C. یعنی اینجا یک جک بوتون شکنه وقتی بخوایم خود شما مقاومت کامپریشنی کانگریت مشخص کنیم. نمونی کانگریتی مانده شده, بعد میایم بالای از این لود وارد میکنیم تا وقتی که این نمونی کانگریتی بشکنه, یعنی کرکا به اینجا به حساب دیده میشه, بعد به همین جی خود شما لود در تقسیم مساحت مقطع از این میکنیم و بعد برای ما مقاومت فشاری کانگریتر میده. اگر برگردیم اینجا یک گیچی هم نصب شده که این گیچ تفاوت طولی برای ما مشخص میکنه که کانگریت قبل از شکستن خو تغییر طولی و چی اندازه بوده, که بعد از این میتونیم خود شما از تغییر طولی تقسیم بر طول اولیه بیایم استرین پیدا کنیم و از تقسیم قوه بر سطح کانگریت استرس پیدا کنیم که استرس میشه فشار, استرین هم میشه تغییر طولی بر طول اولی, و بعد بیایم خود شما گراف ها رسم کنیم. این خطی که به زینجگاه میبینیم مقایمت از این کانگریت پین بوده, دو کیس بوده, دو کیپس یا دو کیس آی, یعنی 2000 پوند پر اینچ مربع, یا کانگریتی که به این قسمت بالایی میبینیم 6 کپس پر اینچ مربع یا 6000 پوند پر اینچ مربع بوده مقاومت از این. حال از این گراف ها خود شما چی استفاده میکنیم؟ کانگریت استرس استرین گراف, The relation between stress and strain is roughly linear at stress level equal to about 1 per 3 to 1 per 2 the ultimate strain. میبینیم به قسمت شروع گراف استرس و استرین خطیه که همی رنج, رنجی که به حساب همی گراف خطیه به اساس مقاومت مواد SOM یا strength of material رنج پلاستیکی مواده و ای تقریباً
یک سوم تا یک دوم التیمی دسترینته. التیمی دسترین یعنی خود شما به این نقطه بالا میگیم، این نقطه میگیم نقطه التیمیده که فشار عظمی برداشت میکنه. فرض کنیم به اینجا اگه 6000 باشه اون یک دوم میشه، یک سوم میشه 2000، یک دوم میشه تقریبا 3000 که تا به اینجا میبینیم این خطیه. گراف دیگه یعنی تا به اینجا به حساب خطیه، گراف دیگه میبینیم تا به اینجا خطیه که ما میرنج اولی خو این خطیه. Regardless of compressive strength, all concrete reaches their maximum strength at a strength at a strain of about 0.002. اگه بیایم خودش ما صرف نظر کنیم از مقاومت نهایی کانکریت، صرف نظر کنیم از مقاومت فشاری نهایی کانکریت، عموما کانکریت ها به یک استرین اشری دو صفر دو به حد اعظمی استرین خود میرسن. اگه بیایم اینجا خودشمون نگاه کنیم میبینیم که همه از اینا استرین از اینا صفر اشری دو صفر دویه، اگرچه اینجا خودشما پنج نو کانگریت داریم با پنج مقاومت که مقاومت از اینا از 1000 پی اس آی شروع شده تا 6000 یا 6000 کپس بر اینچ مربع. اگه بیایم از مقاومت ها صرف نظر کنیم میبینیم که استرین برای همه استرین التیمیت یا استرین نهایی یکیه. کانکریت does not have a well defined hilt point. کانکریت یکی از مشکلات یا اینه که هیلت پوینت از اون مشخص نیه، مثل استیل گرید 60 میگیم هیلت پوینت از این 60000 پی اس آیه، 60000 پوند پر اینچ مربع نقطه تسلیمیونه، اما کانکریتی ته نیه. کانکریت میبینیم متفاوته. Ultimate strength achieved is on the order of 3.33 up to 3.04 strength. Ultimate strength خور کانکریت یا همون مقاومت، ببخشیم Ultimate strength هدفه، همون استرین یا کرنش نهایی خور کانکریت، کرنش نهایی کانکریت بین 0.203 تا 0.204 یا اگه اینجی بیایم مشخص کنیم، یعنی میبینیم تمام همی کانکریت ها به همی رنج و شکست رسیدن که همیر میگیم استرین نقطه تسلیم اینا. Lower strain concrete achieve higher ultimate strain. کانکریتی که مقاومت lower strain مقاومت پایین تری داشته باشه میبینیم که استرین بیشتری داره. یعنی بیایم خودش ما یک گراف پینیر ببینیم، مقاومت از این میبینیم که تقریبا در حد 1000 خوردیه، اما میبینیم استرین از این 0.204، اما یکی دیگه مقاومت 6000 پی اس آی اون میبینیم که استرین 0.203. then does higher strain concrete، یعنی کانکریت با مقاومت فشاری پایین استرین بیشتری داره، یعنی تغییر شکل تعامل پذیری بیشتری داره، کرنش بیشتری داره که نی رنج از اینا میشه. استاتیک مجولس آف الستیسیتی، مجولس آف الستیسیتی به ایسایم خونده بودیم خود شما، میگفتیم ضریب ارتجاعیت. حالا میایم استاتیک مجولس آف الستیسیتی، ضریب ارتجاعیت استاتیکی کانکریت رو مشخص میکنیم. کانکریت does not have a single مجولس آف الستیسیتی. یکی دیگه از خواص کانکریت اینه که این مجولس آف الستیسیتی ضریب ارتجاعیت واحد نداره. The particular value varies with قیمت ضریب ارتجاعیت از این متغیره. نظر به چی؟ نظر به کانکریت استرین، مقاومت کانکریت، اچ عمر کانکریت، تایپ آف لودینگ، نوع بارگذاری، ان پروپورشن آف اگریگیت اند سمنت و نسبت ترکیبی اگریگیت و سمنت، نظر به اینا ضریب ارتجاعیت کانکریت متغیره. ECI کد یا امریکن کانکریت انستیتیوت که جلوتر خود شما معرفی کردیم، گفتیم از این کد برای دیزاین استفاده میکنیم و فصل 8 سکشن 5 پارت اولی خو این ایکویشن معرفی میکنه. مجلس آف الستیسیتی کانکریت مساوی میشه 33WC به توان 1.5 جذر فرایم سبسی. فرایم سبسی خو خود شما جلوتر معرفی کردیم، گفتیم مقاومت فشاری کانکریت. WC هم یونیت ویت کانکریته، یعنی اگه بیایم از یک کتله کانکریتی
خود شما وزن نکنیم تقسیم یا حجم یا کنیم که برای ما و شما یونیت ویت بده. اگر امی WC for congruent weighing about اگر وزن از 145 باشه همون معادله میشه 57000 جذر فرایم سبسی. For higher strength concrete، یک کانکریتی که higher strength باشه، مقاومت کانکریت با مقاومت بالا باشه، افرایم سبسی عموما بزرگتر از 6000 PSI. و باز برای از این حالت اگه بخوایم خود شما مجهول اسافلیسیتی پیدا کنیم، اون شکل ایکویشن تغییر میکنه که مقدار میشه 40000 ضرب در جذر افرایم سبسی جمع 10 به توان 6 ضرب در WC بر 145 کل به توان 1. Dynamic modulus is about 20 to 40% higher than the static modulus. Dynamic is the dynamic modulus elasticity of concrete حدود 20 تا 40% زیادتر از modulus of استاتیکی concrete. یکی دیگه پیسنس ریشیویه. پیسنس ریشیو هم خود شما به استاتیک داشتیم. اینجا هم خود شما نیاز داریم. پیتونز ریشیو مساوی به عشر 11 برای کانگریت با مقاومت بالای فور های استرین کانگریت، مساوی به عشر 21 فور لوور استرین کانگریت برای کانگریت ها با مقاومت پایین. افریج یا اگر خود شما چه کنیم به عشر 16، ما هم زیادتر برای دیزاین ها اینا عشر 16 در نظر میگیریم. شرینکیج اصطلاح دگی که خود شما به زینجگا با کار میبریم و همیش برای دیزاین ساختمان ها کانگریتی از او استفاده میکنیم شرینکیج. اگر بیایم شرینکیج خود شما تعریف کنیم، workable concrete required more water. کانکریت اگه بخوایم کاری بالایی داشته باشه آب زیادی نیاز داره. Then is necessary نظر به مقداری که نیاز به اساس دیزاین to fully hydrate the cement، خاطر از اینکه سمنت کاملا مشبوع کنه. اما ای آب چی مشکل به وجود میاره؟ A concrete cures water used in hydration begin to evaporate. همی آبی که با کانکریت خود شما استفاده کردیم به جریان میکس و بعد از او هم برای کیورینگ از این نگهداری از این ای بعد از این که کانکریت هی خشک میشه این شروع به تبخیر شدن میکنه، از داخل کتله کانکریتی تبخیر میشه. حال آب اونجی که تبخیر بشه خیلی بشه یک مشکلی به وجود میاره. The effect of evaporating water is shrinkage and cracking of the concrete. پس تاثیر همی تبخیر آب از داخل کتله کانکریتی به نام شرینکیجه که این مشکلی که ایجاد میکنه رو بالای کتله کانکریتی ایجاد کرک یا درز میکنه. یا میگیم همون تبخیر آب از داخل کانکریت میشه شرینکیج، اما مشکلی که ایجاد میکنه کرکینگ به وجود میاره، سطح کانکریت باعث کرک یا درز میشه. شرینکیج آکرز فور من ایرز. شرینکیج یکی دیگه از چی از اینه که ای به عمر اولیه یعنی 28 روز یا سال اولیه اتفاق نمیفته که، ای به چند سال اتفاق میفته که. اما 90% آبی که به کانکریت به کار میره در صورت که کانکریت در محیط آبی نباشه، به محیط خشک باشه، به همو سال اول اتفاق میفته که. The amount of moisture loss depends on distance from the point in the concrete to the surface. مقدار رطوبتی که از داخل کانکریت تبخیر میشه بستگی به موقعیت کانکریت نظر به سطح کانکریت داره، سطحی که به هوا به تماسه. اگر کانکریت به عنوان مثال فرض کنیم یک تعداد مدفوندشن برای یک ساختمان رخت کرده باشیم که عمق از او یک نیم متر باشه، حال کانکریت نظر به سطح خو اگر پایین خو رطوبت داره زیر از او، سطح بالاییه دیگه. اگر ما بیایم 20 سان پایین تر رو در نظر بگیریم اون میبینید 1 متر و 30 سانچه داره، این درتر آب تبخیر میشه و شرینکیج هم به زینجگا یعنی ادامه داره، کرک هم به زینجگا اتفاق نمیفته که. Member with large surface area have a higher rate of shrinkage. منبرهایی که سطح تماس از اونا با هوا بیشتر باشه ریت شرینکیج یا ریت تبخیر کانکریت بیشتره.
مثل سرک ها یا مثل سلب ها که میبینیم ضخامت اینا 15 تا 20 سنتیه، اما سطح بیشتر کور کرده. The amount of shrinkage depends on exposure of the member. همی مقدار شرنگیج بستگی به سطح تماس خود منبر داره. اما point reducing shrinkage، چی رقم بیاییم خودش ما شرنگیج پایین بیاریم یا چی نکات تاثیر داره سر پایین آوردن شرنگیج یا تبخیر آب به صورت فوری از داخل کانکریت. Keep mixing water to a minimum. بیاییم خودش ما آبیر که با کانکریت به اولیه میکس میکنیم ایر به حد منیمم استفاده کنیم. همینه که عموما کده ها پیشنهاد میکنن که واتر سمنت ریشیو با مقدار پایین استفاده کنیم. واتر سمنت ریشیو باز به فصل بعدی خودش ما او تعریف میکنیم. کیور ترافلی، بیاییم خودش ما کیورینگ کانکریت پیوسته نگهداری کنیم، به صورت مراقبت خوبی از کانکریت داشته باشین که یک دفعه اینی خوش نشه که شرنکیج به وجود بیایه. پلیز کانکریت این اسمال سیکشن، کانکریت خودش ما به سیکشن های خورد خوردی بندازیم. یوز کانکریت جوینت، اگر سیکشن ها خورد نبود از کانکریت جوینت ها یا به حساب درزای ساختمانی کانسترکشن جوینت ها استفاده کنیم، از درزای ساختمانی که اصطلاح مهندسیه. Use shrinkage reinforcement. اگر نه نمیتونیستیم از construction joint استفاده کنیم که میگفتیم باید joint نداشته باشه، استیل فقط یا سیخگل فقط به خاطر shrinkage بندازیم که کرک ایجاد نشه. وقتی که خود شما الیمنت ها ساختمانی رو دیزاین میکنیم میبینیم مقدار لود کمه، میاییم خود شما فقط استیلر به مقابل shrinkage و temperature به کار میبریم. Use dense non-porous اگریگیت، بیایم اگریگیت یا مواد سنگی که با کانکریت به کار میره یا جغل که با کانکریت به کار میره، جغل دنس، جغل با دنسیتی بالا، جغل که پورس نداشته باشه، خلا نداشته باشه که باعث ابزرویشن بیشتری بشه. این نکات میتونه که شرنکیچ پین بیاره. یک اصطلاح دیگه که خودشون رو داریم کریپه، کریپ یا خیزیش، خیزیش هم میشه خیزیش کانکریت. Creep is deformation under sustained load. خیزش در تحت تاثیر یک لود پیوسته. وقتی که لود بالای الیمنت ساختمانی وارد میکنیم، اونی میبینیم که کانکریت تغییر شکل از خود میده که این میشه کریپ. Creep is also called plastic flow. این کریپر به نام پلاستیک فلو یا حرکت پلاستیکی هم معرفی میکنم. Creep deformation may be 2 to 3 times as large as instantaneous deformation. Creep deformation حدود 2 to 3 برابر زیادتر از deformation های پیوسته تغییر شکل هایی که عموما بال ساختمان می آید. 75% of creep occurs during the first year. 75% از کریپ ها یا خیزیش ها یا جابجایی ها در همون سال اول که کانکریت به کار میبریم به وجود میآید. The amount of creep is depend on the stress present. مقدار کریپ یا مقدار خیزیش بستگی به استرس یا فشاری که بالای کتریل کانکریتی موجوده بستگی داره. کریپ can also cause concrete strain reduction of 15 up to 25%. تأثیری که کریپ داره مقاومت کانکریت بین 15 to 25% پایین میاره. حال این کریپ از کجا به وجود میاد؟ چی هست؟ The longer concrete cures before load is applied, the smaller the creep. اگر بیایم خود شما قبل از اینکه لودر بالای کانکریت وارد کنیم ما کیورینگ خوبی داشته باشیم، مقدار کریپ میتونیم پایین بیاریم. کیورینگ یعنی کانکریت مرتوب نگاه داشتن، یعنی بیاییم حداقل برای 14 روز ما کانکریت مرتوب نگاه داریم که تا کانکریت سخت شه. کریپ اینکریز ویت اینکریزینگ تمپریچر، وقتی که درجه حرارت اینی بالا ساختم الیمنت کانکریتی بالا بره، مقدار کریپ یا مقدار خزیش هم بالا میره. The higher the humidity, the smaller the creep. یا همو humidity رطوبت اگر ما بالا ببریم
مقدار کریپ پین میایه. The higher the water cement ratio W بر C یعنی water cement ratio the higher the creep. هرچی مقدار آبی که به کنگریت خود شما مخلوط میکنیم زیادتر باشه مقدار کریپ بیشتره. The presence of compression is still reduce creep. اگه بیایم خود شما استیل کامپریشنی به کار ببریم باز هم مقدار کریپ رو میتونیم پایین بیاریم. Large member creep less than small member. ممبرهایی که کلان باشه کریپ از اونا کمتر از ممبرهایی که خورد باشه. به عنوان مثال کریپ بر یک سلب کمتر نظر به یک فاندیشن که عمق زیادتر یا تعداد. بعد دیگه تنسیال استرین داریم. تنسیال استرین یا مقاومت کشیشی که ایر جلوتر هم خود شما گفته بودین که مقاومت کشیشی کانگریت نظر مقاومت فشاری و کمه. حالا ایر چی هم خود شما مشخص کنیم. Tensile strength of concrete is about 8 to 15% of its compressive strength. مقاومت کشیشی کانگریت بین 8 تا 15 فیصد مقاومت فشاریونه. خیلی مقاومت ناچیزیه. اما بعضی وقت نیاز داریم خود شما گیر بفهمیم. Tensile strength varies with the square root of the compressive strength. مقاومت کشیشی کنگریت به FCT نشان میدیم و مقدار از این عموما میتونیم خود شما از جذر مقاومت فشاری به دست بیاریم. Concrete is filled with micro crack. کنگریت از میلیون ها کرک های بسیار خرد، کرک های بسیار ریز تشکیل شده. مایکرو کرک افکس تنسیال استرینت بات نات کمپریسیف استرینت. انمی کرک ها خول که علت به وجود آمدن از اینا هم یک شرنکیج بود، کریپ بود. وقتی که کانگریت خودشون ریخت میکنیم ویبریشن خوب نشده باشه اینا رو مقاومت فشاری قدر تاثیر نداره، ولی تاثیر مستقیمی رو مقاومت کشیشی داره. تنسیال استرینت از میجرد indirectly. اما ما مقاومت فشاری دایرکتلی تونستیم خود شما اندازه گیری کنیم. نمونه رو میبریم زیر جک بوتون شکن میمانیم، دایرکت لود بالی وارد میکنیم تا نقطه شکست، لود تقسیم سطح یا میکنیم برای ما و شما کمپرسیو استرنت یا مقاومت فشاری میتونیم به دست بیاریم. اما مقاومت کشیشی باید indirect از روش های غیر مستقیم به دست بیاریم که این روش ها using either modulus of rupture یا بیایم خود شما از modulus of rupture point استفاده کنیم یا از split cylinder test یا بیایم نمونه رو خود شما به حالت افقی بشکنیم، به حالت split که هر دور میایم خود شما میبینیم. While tensile strength is small, it heat has a significant impact. وقتی که tensile strength کم باشه یک تاثیر قابل ملاحظه‌ای بالای دیفلکشن داره، بالای باند استرس داره، بالای شیر استرنت داره و بالای تورشنال استرنت داره. شیر استرنت، تورشنال استرنت، باند استرس، دیفلکشن اینا رو همه به اسمیم خود شما خواندیم. بازم به زینجگا اگر مقاومت کشیشی کانگریت کم باشه رو از اینا تاثیر میگذره. کودی که خود شما مجلس هدف اینجگاه مجلس آف ریپچر تسته. چی دقیقا خود شما ذریب ریپچر پوینت. ریپچر پوینت همون نقطه گسیختگیه. نقطه که کانگریت از یک دیگر دیگه میشکنه جدا میشه. ایر چه کنیم. استیم کود C78 یک میتود معرفی میکنه. میگه بیایم شما یک بیمیر که عرض از او هم 6 اینچ باشه، ارتفاع هم 6 اینچ، طولی و 30 اینچ باشه، ان رینفورسمنت کانگریت اسپیسمن که ای به داخل از این سیخ گل به کار نبرده باشیم ایر آماده کنیم. بعد از این تست از سمپل بیم اون اتوانی 4 اینچ ایر به یک بیم ساده به یک اسپن 24 اینچ بیایم خود شما ایر تست کنیم. یک را یا دگی را دگی رو loaded at 3 points with the 2 concentrated load. بیایم این به دو نقطه بارگذاری کنیم که به شکل بعدی به سلایت بعدی نشان داده میشه. بعد بریم چیز پیدا کنیم. این بیم به حساب آماده شده به دو قسمت یک سوم بیایم بالای از این لود وارد کنیم. به اندازه پی بر دو به زینجگاه، به اندازه پی بر دو به زینجگاه. بیمم طول از این میشه
س الی بر سی الی بر سی الی بر سی که طول از این میشه ال. حال اگر بریم خودش ما از روشی که می آمدیم خودش ما استرینت به هر نقطه به اس و ام پیدا میکردیم، ام سی بر آی ام مومنت بود، سی از نیوترال اکسیس تا به گوشی که استرین خودش ما پیدا میکردیم و آی هم مومنت آف اینرشیا بود. و اگر بیایم خود شما مومنت برای همی بیم پیدا کنیم، مکزیمم مومنت از ای پی ال بر 6 ده و مومنت آف اینرشیا سطح از ای بی اچ مکعب بر 12 بود دیگه. و حال اگه بیایم در ترکیب کنیم قیمت ها آی و ایمر به رابطه اول بمانیم، ان خود شما به یک رابطه دست پیدا میکنیم که اف آر مساوی میشه پی ال بر بی اچ مربع. انمی اف رپچر پوینت، وقتی که اف رپچر پوینت داشته باشیم میتونیم خود شما بریم به پتانسیال استرنت دست پیدا کنیم. ACI value for rupture point. ACI کد میگه شما میتونیم همون rupture point که هیچ تست هم نکنیم، بیایم از این رابطه ساده پیدا کنیم. 7.5 لمدا جز ری فریم سب سی. اف فریم سب سی خود ما قیمت فشاری بود. لمدا میمونه. لمدا رو هم میتونیم خود شما معرفی کنیم. لمدا از پارامتر تو اکان فور لایت فیت کانگریت. لمدا فقط سر کانگریت سوبگو هستن تاثیر داره. لمدا از لحاظ قیمت مقدار مساوی به یک برای نارمال ویت کانکریت، کانکریت با وزن نارمال یا وزن ادی خو. لمدا مساوی به 85 برای سند لایت ویت کانکریت، به او کانکریتی که امو سند از او یا فاین اگریگیت یور بیاییم خود شما سند سبک وزن استفاده کنیم. و لمدا مساوی به 75 فور آل لایت ویت کانکریت، یعنی تمام مواد ساختمانی از اوی که تمام مواد یا میشه کورس اگریگید و فاین اگریگید همه لایت ویت استفاده کنیم. یکی دیگه اسپلیت تست بود. اسپلیت اگه اسپلیت تست بخوایم خود شما چه کنیم که نمودر گفتیم به حالت افقی بشکنیم، این نمودر به حالت افقی بیاریم بمانیم بالا از لود وارد کنیم و اون همو اف رپچر پوینت میتونیم پیدا کنیم که تو بی بر پای ال دی میشه. ال بزینجگا لنت نمونه دی دیامتر نمونه. نمونه هایی که استیم پیشنهاد میکنه و ایسی های پیشنهاد میکنه طول از اونا 12 اینچ یا 30 سانتی متر و عرض از اونا 6 یا 15 سانتی متر. اسپلیت سلندر تست را اگه بیایم به ماشین نگاه کنیم، این نمونه رو به حالت افقی بگذاریم، بعد لودی که وارد میشه که ای به نقطه شکست میرسه، انمون لودر بیایم خود شما دو برابر تقسیم پای رم 3.14 تقسیم ال لنت نمونه ضرب در دیامتر کنیم. قسمت درس دومی هم به پایان میرسه. در صورتی که معلمین جای سوال داشته باشم میتونم از طریق پیام تماس، از طریق تلگرام، واتساپ یا از پورتال جمی پرسان کنم. امید که درس به خوبی فرا بگیریم. هر جایی که مشکلی بود میشه با یک تماس بگیریم و به قسمتی که سوال داریم به سوالا خوب برسیم.